دوستان عزیز سلام، بازم شما را خوش آمدید میگم به چینل افغان پلیت. امروز بر شما طرز سوپ دال و ماشه بر شما آماده میسازم. نظر به خواهش به دست خواهرای عزیز، دو گیلاس ماش، یک گیلاس دال زرد. پیش از اینکه پخته کنم دال و ماش یک ساعت با آب تر کردم. نیم گیلاس پیاز خشک، یک قاشق چایخوری زردچوبه، یک و نیم قاشق غذاخوری ربع بانجرمی، پودر مرچ سیاه یک قاشق چایخوری، نمک به قدر ضرورت، هفت قاشق غذاخوری روغن مایه، یک لیتر آب جوش اول مندازم. برای 20 دقیقه سرش محکم میکنم بخار بگیره. بعد از بخار گرفتن باز دیگه موادش هم مندازم، البته با آتش متوسط. البته من قلب به حرارت متوسط میمانم تا سوپ ما نسوزه. بعد از 20 دقیقه سرش باز میکنم میبینم که پخته شده یا نی. بله، یا سوپ ما پخته شده، آب خود خوش کرده. حالا آب دیگه هم ضرورت داره که علاوه آبش کم شده. حالا یک لیتر آب دیگه را مندازم تا آبش زیاد شوه. سه دندانه سیره میده کردیم مندازم، البته با آخر مندازم سیره. کم گشنیز تازه و کم شبت تازه مندازم که خوشمزه تر بسازه سوپه. یک لیتر آب دیگه مندازم، البته آب جوش باشه و سرش منکم نمی کنم. میمانم که آستا آستا جوش خورده بره به مدت 20 دقیقه به آتش متوسط. دو پاکت چکن استاک مندازم، بسیار خوشمزه میه مخصوص برای خود سوپ هستی. دوستان عزیز متوجه باشین که ای هم شور است چیکن استاک، نمک سوپتانه متوجه باشین که زیاد نشه. نیم دانه لیمو علاوه میکنم به خاطر خوشبویی بودنش و اشتیاور است. 20 دقیقه دیگه میگذارم که جوش بخوره تا نرم شوه ماش کاملا. این سوپ بسیار خوشمزه است، مخصوصا به کسایی که شیر میتن و کسایی که غذا را هضم نمیتونه، میدشان میتونن از این سوپ خوشمزه تیار کنن. بسیار مفید است و خصوصا به این زمستان ماه سرد بهترین سوپ است. بازم خدا کنه خوش شما عزیزان به لذت ببرین. آل سوپ تیار شد، حتما تیار کنین، حتما خوش شما عزیزان. شب و روزتان بخیر، خدا نگهدارتان، خدا حافظ.